بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین و مفجرین. همینطور که مستحضرید، خطبه متقین وسیله ای شد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام اون افق نهایی که هر انسانی باید هی از خودش دراد و به اون نزدیک بشه درو نمایاندن. چون یه حادثه عجیبی در تاریخ از طریق خطبه متقین صورت گرفت، خب بیشتر قابل تأمل است. خب این حمام یه پیام بزرگی داد. پیامش این بود که اون نهایی ترین چیزی که من باید بهش برسم رو امیرالمومنین به من نشان دادن و شرطش این بود که همه خودیم نباشد و برای اینکه همه خودیش نباشد دیگه روح از بدنش پرواز کرد. اصطلاحاً دیگه میدانید که اصلا جنس عشق میگن جنس پرنده است. چطوری پرنده نمیتونه قرار داشته باشه در یه مکان؟ و عموما خواب و اینا برای پرنده خیلی نیست. شما دیدین حتی مرغای خونه آنی بیدارند، یعنی هر وقت شما سر بزنید یک نوع حضور و بیداری دارند. اینن شما اصل محبت و عشق رو این میدونید که میخواید نباشید. سیر عشق سیر در آمدن از این خودیست و رسیدن به یک بی خودی نسبت به این خودی. خب این در مورد حمام به طور عجیبی محقق شد. هر عشقی یک فرو ریختن از خودی دارد. خب همین که واقعا عاشق غذا دیگه نمیتونه بخوره، به قول خودمون پوست و گوش میشه، پوست و استخون میشه. یعنی چه؟ یعنی هی میخواد از این بدن آزاد بشه. خب دیگه این سیر رو طی میکنه. حالا اون چه که حمام دفعتن براش پیش اومد، این یه راهی است که برای همه باید پیش بیاد. یعنی قصه خطبه متقین قصه حمام شدن آرام آرام است. چون دقت میکنین قصه احوالات خودیه که میخواین. حمام اون خودی که میخواست رو یهو جست. خب دیگه خیلی کار است. به قول بعضی از بزرگان داریم دیگه که ائمه ما اون استحکام عجیب و غریبشون است که در عین اتصال کامل به حق میتونن بدنشون رو تحمل کنن. منحصر به ائمه نیست. داریم مثلا در شرح حال مرحوم هاشم حداد، به خود مرحوم آیت الله تهرانی فرموده بودن، گفته بودن اینه میبینی سه شبش فقط گریه میکنه. مرحوم آیت الله تهرانی میگن داشتیم یکی از
اهل رفیقا که 3 شب و روز فقط گریه میکرد. فرمودن من 100 برابر این آتش گرفتم، ولی این نمیتونه تحمل کنه، من میتونم. حالا دیگه اینا به اصحاب سرشون میگن دیگه این حرفا، برای ائمه که شما خودتون بهتر دیدین دیگه، که اینا همونا که از عشق بیقرارن میدونن که امامشون اینان، حمام خودش میدونه همه اون چه که گرفته از قطره ایست از اون چه حضرت امیرالمومنین داشتن، قطره ایشو حمام گرفت. ولی اصلش التفات بفرمون تا انشاءالله نتیجه بگیر. آخرش که چی؟ آخرش حمام یه کاری کردید، همه اون چه که میخواد و دید. خب روزی رو خش ببینم و تقدیم وی کنم. این کار یه کاریست که برای هر کس شدنیست، زمانش فرق میکنه. یکی به تدریج میمیره در عشق اون نهایت کمالیه خودش، مگه بقیه مؤمنین واقعی چه کار میکنه؟ مگه جزی نیست که همه تلاشش اینست که در اون نهایت کمالی که میشناسن خودشون رو خلاص کنن؟ شما روزه میگیری مثلا ماه رمضان، نماز میخونید، ارتباط صحیح با مؤمنین برقرار میکنید، مگه جزی نیست که میخوان به اون کمال برسید، از این خود دران به اون برسید که اون خود اصلی ما باشه؟ خب آخرش اگه این راه صحیح رفته بشه، قصه حمام است، چیزای عجیبی. من اگه یه انسان خیلی معتبر نگفته بود نمیگفتم. امام به گورباچوف میگن مسائل باریک تر از موی محی‌الدین رو بیاید یه دیره بفرستین تبرادون بگم. من فقط چون ایشون گفته است میگم که ببینید چی میگه. ایشون میگه که به نقل به اصطلاح سند صحیح از نظر خودش، که شیخی در مقابل یک معشوقی، یک عاشقی که عشق الهی داشت، شروع کرد هی از عشق الهی گفتن و صفات گفتن و هی این عرق کرد، لاغر شد به شدت در حدی که آب شد. یه رفیقش اومد گفت این آبا رفیقت، بعد دلیلم میاره به خودش، یعنی پایین حرف واساده است که میگه اگه بپذیریم که هر چیزی را خدا حیات میده از آب، بعد میگه که این عشق عشقی است که همه عالم را سیراب میکنه، چون که تونستید خودش را در حدی آب بکشونه. حالا اصطلاحا دیگه میگن استحاله شده است دیگه، یعنی اصلا تمام شده است. حالا حرف عجیبیست محی‌الدین در فتوحات المکیه میزنه. ما نمونه عجیبش رو در حمام داریم، در خطبه حمام، که بالاخره همطور ساده که نمیگذاریم که این صحنه روشن معتبر خوش سندیست که هیچ هم کسی به شبهه نیفتاده است نسبت بهش. همون جام طرف تعجب کرد، اون آقا گفت که آقا پس امیرالمومنین چرا خود نمیری؟ اعوذ بالله، این قبی حیا بود که حضرت گفتن این دم شیطانیست بر دم تو، که آخر خطبه روش بحث میکنی. عرض من اینجاست که بالاخره این عشق الهی که در قصه حمام، در خطبه حمام نبض طلب عالیه ما را به صدا در میاره، یک کشش ما به سوی اون برترین افق حیات ما نیست. پس هیچ کس نیست که دلش نخواد که خاشعن قلبه قانن نفسه منظورن اکله اکله، خوراکش کم است،
سهلن امرهو، کاراش چیز اموراتش خیلی ساده است، دنگ و فنگ نداره، طلباش طلبهای متعالی است. خب این تکرار وجود هر کسی است در یه مرتبه عالی تر، هیچ کس نیست، کافر و مؤمن نداره، این قصه باطنی هر انسانی است که میخواد این بشه. اشکال جای دیگه است که راه ها رو گم میکنن مردم، برای همین هم ائمه خود شریعت مجسمن تا انسان ها به اون حال برترشون برسن. وقت در این دو جلسه اخیر رو این بحثمون بود که ما اگه بخوایم در فضای قدیسان وارد بشیم باید دو تا کار بکنیم. یاره به اصطلاح هم ما بهشون میگم قدیس، قدیس غیر مؤمن است در اصطلاح امروزی، همین حرف متقین از همه حسابی تره. و ولی میخوام عرضم رو بکنم که چی میخوام بگم. امروز یه بحثی است تو دنیا که آیا دیگه در تمدن جدید قدیسم پروریده میشه یا نمیشه، و بعدم میگن نمیشه، راستم میگن. چرا لازمه یه قدیس شدن؟ به همین معنا که تمام وجودش دست خودش باش، تمام عالم دستش باش. یعنی میدونین به مدد اهل البیت اولیاء بزرگ جهان رو اداره می کردن. در شرح حال آیت الله بهجت یه جا که عرض فرموده بودن که من می تونم با یه دعا صدامو بکشم ولی معزون نیستم، یعنی هم بدم نیست باشه، اذنی ندارم، اگه نه نیروی نمی خواد صدام کشتم. همطور که در مورد چی میگن مولای این آقایون میبینیم که وقتی شما میگوید قلب المؤمن عرش الرحمن، یعنی خداست. حالا مؤمن تر از امام حسین زیر آسمان بود. بنابراین این روایت زعفر جنی نمیشه دلا بی خودی هم تو ردش کرد. شاید اصلا اشاره به اینه که امام میخواستن که همین باشه، یعنی میبینین که امام یه ذره گله ندارن از این که همین باشه، سعیشون از عالی. خب اگه رسیدیم به این که قلب المؤمن عرش الرحمن است، یعنی هر چه امام حسین اراده کنه همون خدا اراده میکنه. خب یعنی امام حسین دلشون میخواسته است مثلا که این عمر اسد همینجا سکته کنه و زورشون نرسیده است، یا همین رو میخواستم. ریزکاری هم تو خود کربلا ریزکاری های عجیبی داریم برای این که به لطف الهی قلبمون به این برسد که امام حسین در یه عبودیت مطلق خودشون رو وارد کرده بودن که دیگه از این بالاتر نمیشه که انسان این همه بپذیرد این نظام را و در این نظام خودش رو به بندگی ناب بکشونه. این که خیلی بالاتر از این است که کرامت و اینا که عموما مشی اولیا کرامت نیست الا اونجا که اسلام به خطر است، که اسلام به خطر بود اگه امام حسین شهید می شدن، یا اسلام به خطر بود اگه امام حسین شهید نمی شدن و یزید حاکم بود. اونجا که حالا هنوز تو مقدمه موندیم رو این تیکه موندیم که خیلی خوب، پس اگه رسیدیم به این که الان آیا واقعا قدیسان روش نمی کنن؟ یا شرایطیست که راست میگن تو این تمدن و تو این شرایطی که این دو جلسه اخیر بحث شد، آره اگه ما این تمدن را به معنایی که عرض شد و امشبم یه خود روش میمونیم درست باش برخورد نکنیم، اصلا زمینه یه متقی شدن خشکیده است. اینه که متقیان همیشه در طول تاریخشون دوتا کار میکردن، یکی زشدی هایی رو که مانع صعودشون بود میشناختن و به شدت مسئلشون رو باشون حل میکردن، تنفرشون رو کامل میکردن به
حجاب‌های راهشون، دومی که دلشون در یه شور عاشقی به سوی اون اهداف عالی نگه می داشتن. و این خطبه متقین در واقع همین کار اومده است بکنه با همه بشریت. نمونهی که امیرالمومنین به ما نشون دادن نمونه قابل توجهیه. خیلی ذهنا دقت میدهد که عجب حضرت تا کجا هم ماما بردن، یعنی درست همون جایی که همه میخوان برن زمینه را آماده دیدند و گفتند و زمینه ها را باید آماده بکنیم و بشیم انشاءالله. نگود که خب یهو نمیریم یا بمیریم، نه اصلا این حرفا نیست. هی در خودمون تا آمد رفت. من آقای خواجه سعید عبدالخیر یه حرف قشنگی داره، میگه که تو آهسته آهسته اومدی خدا و منم آهسته آهسته رفتم، یعنی رفته رفته رفتم. حالا این یه مکانیسمیست که آروم آروم حضور حق، حکم حق میاد و آروم آروم نفسانیت میره. این فقط با این خطبه ها و امثال این خطبه ها میشه. این یه چیز متعینه هست، چون مصداق خیلی خوبی هم داشته. اونجایی که ما هنوز تاکید داریم این که زمینه های لغزش رو اگه نشناسیم، اصلا نهنگ لغزش بزرگ قرن رو نشناسه و نجات پیدا کنه. پسر عمر، حالا هرچی میخوا مقدس باشه، ببینین پسر عمر مقدس است، از زهاد مشهور است، ولی نمیفهمد بنی امیه را. خب چنه؟ یعنی زشتی زمانو نفهمید، میخواد خوبی زمانو به معنای دینداری عمل کنه. دیدین به چه روز افتاد؟ به روز خیلی بدی افتاد، از کسی که با پای حجاج مجبوره سو وقت بیعت کنه. با امیرالمومنین بیعت نکرد، گفت نه من شبهه دارم، با پای حجاج بیعت که بیعت کرد که بحثش را نمیخوام بکن. چرا اینجور شد؟ بعدی زمانه را نشناخ، میخواست متقی بشه. همه حالا همینطوره. حجتیهی ها توی انقلاب، خب پایدون میدین یه آدم های مذهبی رسوان دیگه، رسوای رسوا، نمیشه که آدم قاطی کنه مثلا. اینا شارم گفتن شیعه و مسلمونه، چرا با امام چرا باش در میفته؟ بعد که امام اومدن سرکار با امام در افتاده، یعنی امام راست شام هم قبول نداشتن. این چه مرضیه؟ چه مرضیه؟ این مرض این است که کفر زمانه رو نمیشناسن. بعدم که جلسشون رو تحریه چیزهای عجیب آدم چه دنیا میبینه. اینا که مدعی عشق به امام زمان بودن، ما اون روزا جلسه هاشون میرفتیم، تجملی ترین جلسه ها رو داشتن، کرواتاشون غیر ممکن بود ترک بشه. این جلسه بود به عشق امام زمان، بعد امام رحمت الله علیه رو میگفتن این مارکسیست اسلامی است، این مارکسیست است. خب این فرهنگ چطور شد که حجتی از به قول تعبیر امام مقدسان احمق، تعبیر خود حضرت امام رحمت الله علیه است. حرف و بحث ما رو این تیکه است که وقتی عمق خطر را میفهمیم، که ملاحظه میکنیم بشر جدا شده از دین چگونه همه جا به دنبال صورت آرمانی وهمی هر چیز میگردد. یه خود به این مثالی که میخوام عرض کنم التفات بفرمایید. ببینین هر چیزی تو این دنیا یه جنبه حقیقی داره، یه جنبه آرمانی حقیقی داره، یه جنبه وهمی داره، یه جنبه آرمانی وهمی داره. مثلا این ستون، این ستون یه جنبه حقیقی داره که اینجا باشد که تاق رو سر ما پایینه، حقیقی است، راست راست باید باشه. یه جنبه آرمانی حقیقی داره که اونقدر محکم باشه که دیگه محکم محکم باشه، یعنی راست اونقدر که باید محکم باشه محکم باشه، خب باشه دستش درد نکنه. جنبه آرمانیش اینه که ما کاری نداریم، ما میخوایم قشنگ باشید،
یعنی آقا حالا اگه این ور بذاریم قشنگ ترس یا اون ور؟ آقا اینجا که بذاریم سفتره با، ولی خب باشه، ولی یه خودم محکمتره با. نه آقا اونجا بذاریم که قشنگتر باشه، ایشالله سفتم هست. یعنی اووردیم تو جنبه چیش؟ وهمیش. حالا تازه، حالا اینجا دقت، حالا هر چه قشنگی که به ذهنمون میرسه میخوام به این ستون تحمیل کنیم. شما دقت کردین نسل عجیبی روبروی باش که تمام قشنگیایی که وهمن تصور میکنه میخواد به این بده. بله، حالا این ستون باشه محکمم باشه زشتم نباشه، مثلا یا این ستونی سیاه باشه کسانم ذهنش اذیت بشه، اینم نیاز نیست. هنوز تو جنبه آرمانی حقیقیش یه چیزی که سیاه و زشتم نباشه خوابیده است. آرمانی حقیقیش، آرمانی وهمیش از کجا شروع میشه؟ که دیگه وقتمون صرف این میشه که هر چه ما به ذهنمون میرسه به این خالا میخچه بذاریم. آقا چقدر باشد که بخونه با دکور؟ اگه خیلی لاغر باشد با دکور اتاق نمیخونه، خب چاقش میکنه. خب پاشا چه کار کنیم؟ پاشا خیلی گندیدیم مثلا این ستون عجیب و غریب که تو پاشا باید گرد خیلی بکنیم تا خیلی قشنگ باشه. مثل چی قشنگ باشه؟ مثل ستونای تخت جمشید. ستونای تخت جمشید مثل چیه؟ مثل معبد پانتئای یونان. معبد پانتئای یونان چرا اینجوری است؟ یکی عشقی ساخته است. حالا چرا اینجوری باشه؟ یعنی ببینین چطور شد؟ هنوز عرضم ارتباط تمام صورتهای تصوری وهمی که میشه به این ستون بدیم و به این ستون بدیم، اینا بهش میگن انحرافی که یوهوی جامعه پیدا میکنه. یعنی صورتهای وهمی رو میاره تو زندگی و زندگیش میکنه. و حالا شما دقت کن چقدر وقت دیگه خودش به زندگی، چقدر وقت چه باید صرف این ستون بکنه؟ هرچی میخواه، خودش میشه زندگی. و حالا اون ور قضیه، جمله حضرت نیست، اهل تقوا چیان؟ قانعتن نفسهو. اهل تقوا نفسشون قانع است. یعنی اون چه که نیاز منو برآورده میکنه همون قویش در من نباید بخوامش. نه آقا این نیاز منو چقدر برآورده میکنه؟ به طور طبیعی عرض میکنه، باقیش وهم است. حالا کاخ باشد وهم است، کوخم که باشد وهم است. فرهنگ امروز دنیا در شرایط لغزش بزرگ اصلا مرحله قانعت نفس رو به تمام معنا پشت بهش کرده است. خب السلام علیکم. حالا ببینید دیگه، آیا عارف بزرگ، متقی بزرگ دیگه پروریده میشه؟ خب بله، به شرطی که دوباره احیا کنه. بفهمید آقا قانعتا نفسهو شرط تقواست. من نفسم رو باید کنترل کنم، هر صورتی که به ذهنم میرسه به زندگیم بدم که بنا نیست بدم. اون صورتی که زندگی منو مناسب میکنه تا صعود الهی و بندگی کنم همون قبسم است که تو بحث کتاب نگرش توحیدی بر تکنولوژی رو این خیلی وقت گذاشته شد که وقتی انسان هدفش توحیدی شد راحت میتونه حق و باطل ارزیابی کنه. و هر جا، حالا دقت کنیم، این فرهنگ لغزش بزرگ که عرض کردیم وهم بشر مدرن است. بشر مدرن در وهم زندگی میکنه. هر جا هم که این فرهنگ آمد، بلایی که خودش گرفتار آن است را به آن جامعه سرایت میدهد. و این است که شما دیدین دیگه خیلی عجیبه است. اینا باش باید جدی برخورد کرد. شما الان جوان را میبینی اصلا حقوقش به یه نون خالی و نون و پنیر و کرای خونه زوره که میرست. ولی دقت میکنی اصلا این تو چه فضایی رفته است که نه اصلا نمیتونه ارتباط با این زندگی که با این حقوقش میشه پیدا کنه، این ارتباط پیدا کنه، اصلا تو دنیای خودش است. بعد اصلا نه کرای خونهش دیگه میتونه، خونه ای میره میگیره که همه حقوقش هم باید یه خورده بیشتر بذاره کرای خونهش، بعدم چی بخوره، چی
شبم که نون و پنیر تو این کافه و تو اون تریا و اینا. این چرا اینجور شده؟ اینا باید اول خوب تفسیر کنید. این جوان یا حالا غیر جوان این فرهنگ وهمی اصلا نمیذاره با واقعیات زندگی کنه. این آدم حتما هلاک میشه. چرا؟ چون این اصلا تو واقعیته که زندگی نمیکنه. خب حالا مجبوره که شکل هلاکتش رو انتخاب کنه. شکل هلاکتش یا دزدی است یا رشوه است یا قهر است یا یه چیز دیگه. یعنی اینا رو نرین روش. اصلا وقت نباید صرف کنیم که آقا اینا چی کارش کنیم که رشوه نگیره. این صورت آرمانی زندگیش قانعتن نفس او نیست. این نمیتونه با این آرمانها یک لحظه زندگی طبیعی بکنه. نمونش هم شما دیدین پولدارا مگه وقتی که پول دارد زندگی راحت میکنن؟ همه آدم ها غیر اونایی که قدیسان و متقین مقصد و مقصودشون است، اینا صورت آرمانی وهمی برای زندگی خودشون انتخاب میکنن. آرمانی وهمی غیر آرمانی حقیقی است، عرض کردم. و بنابراین هر چرا بیابن غیر اینا میخوان، نه که هیچ وقت اینا نمیتونن قانع بشن. همین امروز یه عزیزی برای من میگفت که کاملا سند اینا دستشه، میگفت مدیر عامل فلان بانک اووردندش سر کار، 5 میلیون دستور داده فقط دوشک ها و لحاف ها را سرویس هاش به خونه و دکور این خونه را که چند سال پیش خریدن 80 میلیون عوض کنن. به قول خود این بیچاره میگفت آخه مگه اون قبلیه کافر و بد ترکیب و بد سلیقه بود؟ اون یه خونه خیلی لوکس تحویل این داده است، ولی این 5 میلیون در عرض یه هفته دستور داده است چون میخواد بیاد توش. این چی میخواد؟ سو دقیقا که میگم یه ذره هم قلوب نیست، یعنی آقا آدمی است که دلش نمیخواد قلوب کنه. یعنی چه مشکلی برای این آقا پیش اومده است که حالا باید 5 میلیون بده؟ 11 ماه هم بیشتر ظاهرا مسئولیت نداره، بازنشسته میشه میره. خب و حتما بعدیم که میاد باید حالا بگوش 10 میلیون یا 8 میلیون دکور اینو عوض کنه دیگه. چرا؟ چون این حالا خوبیش نیست، این از خودش خرج نمیکنه، راحت میتونه صورتهای وهمیش را ارد بده چون بانک پولش میده. بانک 14 میلیارد امسال سود برده است این بانک که من عرض میکنم. خب راحت میتونه تصورش رو محقق کنه چون جیبش که کنترلش نمیکنه که. حالا شما حساب کنید این آدم حالا اگر رفت یه جا دیگه دوباره چی؟ دوباره همینه، همین ها که اینجاست هم میخواد، یا حتما اینا رو هم نمیخواد. اگه اینا بگن حالا خیلی بین اینا رو برداره برو، نمیخواد. شما برگردید به یه مسئله دیگه فکر کنید که اگه خواستید خودتون و بقیه را نجات بدید صورت وهمیه را بکشید، و فقط هم با دین میشه کش، با واقع نگری، با قناعت در عالم ماده و صعود در عالم معنا. کسی که باغ و بهشتش و عالم معنا پیدا نکرد دائم صورتهای وهمیش حکومت برش میکنه. بله. و این را در هر چیزی از زندگیش میخواهد تحمیل کند، چرا آن صورت وهمی غیر قانع را. هر چیزی عجیب میشه این بدبخت. فکر میکند اگر صورت وهمی خود را بر طبیعت حمل کند. دیدین ما الحمدلله از 15-16 سال پیش عرضمون این بود که شهرداری ها فرهنگ ستم به بشریت مذهبی را در انقلاب ما شروع کردن. خیلی هم فرصت میخواد که اینا درست حالی کنی که بابا اینا صورت وهمیه را به شهر میدن. نه اینکه میگه اشکال داره که مثلا خب آدم منطقی باشه که سرسبز باشه تهویه کنه شهر را، لازمه واجبه، ولی این قصه بهانه است. مثل این است که یک کسی یه مرتبه میگه آقا بالاخره من فرش میخوام یا نمیخوام. خب راست میگه، فرش میخواد، نمیشه که رو خاکا بشینه تا اینجاش که. ولی میاد اون صورت حقیقیه رو به فرش میخره، تا اینجاش که طور نیست. اما وقتی صورت وهمیه شداد همه چی عوض میشه.
یه قصه قشنگی میگم مفصلش اینجا نیست. میگن رابعه ادویه تو زن عارفی بود است دیگه، به یکی گفت آقای این پول بسون یه گلیم برا ما بخر. خوب نکته یه سا دقت کن، پول استاد رفت و برگشت گفت که چگونه باشد این گلیم؟ گفت بده من تمام شد دیگه، گلیم نیست، پول بده نخواست. این گرفتار چی بود؟ گرفتار صورت‌های آرمانی بود. اومد به خانم آرویه رابعه بگه که خب حالا صورت آرمانی چیه؟ حالا این هر چی میگفت دیگه فایده نداشت. آخرش اگه هیچی هم نمیگفت این میرفت با صورت آرمانیش دیگه میخرید. اما قبلش فقط چی کار میکرد؟ میرفت گلیم میخرید. نه اون دنبال این بود که چه گلیمی بخره، نه این گلیم بودن میخرید. اما حالا چه خرید؟ صورت آرمانیه. آرمانی برای این به اصطلاح میگن ماهیت جای وجود را گرفت. ماهیت هم عدمیست تو فلسفه، حرف بسیار درستیه. یعنی نیستی های قالی دیگه بیشتر مطرح شد تا هستی قالی. وجود قالی به وجودشه، چیستیاش به ماهیت، چیستیاش هستی نیست. یعنی چه؟ مثلا این بنز ماشین بودنش حقیقی است، اما مدلش و ایناش اینا تجاکله کردن این ورقاست. حالا تجاکله کردن انواع ورقا در سالای متمادی هم چیزه یا هیچیه؟ هیچیا چیز میشه دو وقت. وقت طرف بنزش هم میبوشه یه بنز دیگه بقید که این تجاکلگیش خاص باشه، غیر این باشه. این در واقع وقت دیگه تو چیستی زندگی، تو چیستی ها زندگی میکنه، میگن تو عدم زندگی میکنه. صورت‌های آرمانی غیر حقیقی فقط صورت‌هایی که در رابطه با بندگی انسان است حقیقی است. مثلا فرشی بخری که راحت زندگی دینی بکنی، آنی که از این اومدین بیرون دیگه صورت‌های وهمیه میشه، هیچی میشه، تو هیچستان آدم زندگی میکنه. بندگی نشاط قرآن مام که کتاب بندگی ماست، قشنگ بودن طبیعیش رو ما نباید از دست بدیم. ما داریم در اسلام که مؤمن ظاهرش هم آرسته با وارسته تا خودش از خودش لجش نگیره. و من خودم هم از خودم بدم بیاد دیگه نمیتونم خوب وقتی من با خودم خوب برخورد کردم تازه آرامش پیدا میکنم که با خدا درست برخورد کنم. اون غیر تجمل است و جمیل همیشه دوست داشتن، نشانه دوست داشتن خداست. بنابراین فکر می کند اگر صورت وهمی خود را بر طبیعت حمل کند و طبیعت اشیا را به ساده ترین شکل نپذیرد مشکلش حل می شود. در صورتی که متوجه نیست اگر به دنبال صورت وهمی خود رفت هرگز هیچ چیز برایش پذیرفتنی نیست. حق مطلب ایشالله ادا بشه که ما شما را خسته نکنیم. این خیلی خوبه که شما التفات فرمودن، گاهی این نکته را حتما داریم که احمد آقا گفته بودن عینک امام شکست، بعد رفتیم به این عینک سازه که آدم عادی هم بود، خیلی هم مذهبی ها اینا نبود، گفتیم آقا اینا درست کن. گفته بود آقا اگه اجازه بدی این عینک من برمیدارم، یه عینک نو با همین مدل میدم، چی شکسته مال ما باشه. گفت ما هم به امام گفتیم، به امام گفتیم نه همونه برده، همونه درست کنه. چون واقعا اینجوریه، کسی که خوبا خودش کنار اومده با چیزاش به تمام معنا کنار اومده، یعنی نمیتونه این چیزاش از خودش جدا کنه، چیز جدید بخواد. جدید شرطش اینه که این دیگه ازش کار نیا، یا اینه که ما که شکسته میشه درست کرد همینه میخواد. یعنی اصلا نمیتونه، به خودش زحمت داده میشه، از عالم خودش در میاد. آدمای بی عالمن که میتونن هر روز هر جایی باشن، ده با هر چیزی زندگی کنن. آدمی که عالم داره نه، خونش رو دیگه ول نمیکنه تا بمیره. یعنی چیزاش را باش مأنوس میشه که وسیله تعالی است. میگن اون عارف خیلی تسبیحش دوست می‌داشت، گفتن آخه این که حبس، گفت نه آقا وسیله ذکر من بود است با خدا. حالا اگه شما یه تسبیح جدید بیارین دیگه من باید به تسبیح هم برسم.
حالا دیگه من اصلا کاری ندارم، این تو دست ما میگرده، ما ما خدا. از این زاویه است که شنده میگن فلان عارف هر چی گفتم بابا این خونه داره خراب میشه بیا بیرون تا بسازمش، گفت نه این اتاقش خراب شد این اتاق هست. بعد میگن وقتی که چند اتاقش خراب شد تو دالون خونه زندگی میکنه، وقتی مرد دالون اومد پا تو اون فضا سگیره. اینا که حجت برای ما نیست که بخوام اینا رو الگومون کنیم، احوالاتشون را بشناسیم مهم است. وقتی متوجه باشیم بشری که از خدای حکیم جدا شد، نه جهان را صورت حکیمانه الهی میبیند که با جهان کنار بیاید. ببینید هم توهی میخوان عوض کنند، یعنی نمیاد رودخونه زاینده رود رو بپذیره کنارش اون چه که باید بکنه بکنه، نه میاد صورت وهمیه رو بهش میده. یعنی وقت میبیندم دیگه نمیتونیم ارتباط صحیحا باش برقرار کنیم، چون شما با صورت طبیعی هر چیزی ارتباط قلبی میتونین برقرار کنیم، با صورت تصنعیان ارتباط وهمی میتونین برقرار کنیم. وقت وهم زود گذره، بعد از یه مدتی لجتون میگیره. لیکن این امروز یه جور میکنن حاشیه را، فردا غیره میکنن. یه مرتبه میرسه که آقا همون خاکا بهتر بود، همون خاکا با بیش حساب داره. دنیا میگه الان اینجور نیست، الان مثلا این لردای انگلیسی، اصلا این لردا از لج تمدن انگلیس رفتن تو آفریقا و هی هم میرن دورتر، هند و تبت اینا. یعنی یه روحی دارن که میرن اصلا دیگه این تمدن قانعشون نمی کنه، اینجوری خودشونا در به در این ور اون ور کردن، یعنی تونستن دم فرار کنن از تمدن خودشون. صورت وهمیه با خدا که نمیتونه ارتباط پیدا کنه. یه مثالی بذارم تا یه وقت اشتباه برداشت نشه. ببینید خدا گاهی چیزا رو واقعا در اختیار ما گذاشته است. مثلا میگه آقا این رودخونه را من به طور طبیعی، ببینید که آب خودش میاد کجا را میفته؟ در پایین ترین قسمت هر شهر آب را میفته دیگه. بعد میگه آقا من خودم این آب همینجا را میندازم، شما دور قضیه را طوری کنترل کنی که وقتی که آب زیاد میشه سیل نیاد. یعنی توی یه سری چیزا مثل زایمان است، انسانها را خدا یه مقداری زاوندنشون را زنا به عهده خود زنا گذاشته است که یه دیگه بیان کمک کنه. یعنی نظام انسانی نظامی است که تحرک عقلی هم خدا توش میپسنده. ما مثل اون آقا نیستیم که گفته من فقط میخوام با طبیعت زندگی کنم، نه اون افراط بیش از حد و تو اسلام نمیخواد. ولی این یه چیز دیگه است که من دارم عرض میکنم، این اصلا خدا رو دیگه قبول نداره که نظام خدا رو بپذیره. فرهنگ غرب فرهنگی است که اصلا طبیعت را اون قسمتای خوبش هم که صورت عالیه عقل الهی است اون رو دیگه نمیخواد. فرانسیس بیکن عرض کردم میگه اصلا فیلسوفا که پذیرفتن نظام عالم حکیمانه است اینها گول به ما زدن، بوتی برای ما ساختن به نام بوت بازار که مردم کوچه و بازار یه چیزایی گفتن ما هم قبول کردیم. فرهنگ غرب این نیست که شما در کنار نظام الهی اونقدر که خدا بهتون قدرت داده است و اذن داده است نظام الهی رو در جهت بیشتر استفاده کردن خودتون به کار ببرید. اینه که همیشه بوده است، هیچ وقت هیچ پیغمبری نیومده است بگه که مثلا گندم نکارید یا آبش ندید، یا مثلا آقا دیگه خدا اگه خواست آبش بده، یا خدا اگه خواست بکنه خودش گندم درست کنه خودش هم به ما بده. این نه، اینا نخواستن از ما، تحرک و تعقل از ما خواستن. اما اون کسی که خدا را حکیم نمیشناسد اصلا با جهان کنار نمیاد، این یک. و خود را هم جلوه عالیه حکمت الهی نمیپذیره. حالا ببین دو تا مشکل به وجود اومد، نه خودش دیگه میپذیره نه خدا را، ولذا نه جهان را میپذیرد و نه خود را، و به همان اندازه هم وهم زده می شود و با اوهام به سر می برد. پایجش نگاه کنیم، حال ملاحظه شد بشری که با وهم خود خود را می بیند
و با وهم خود دنیا را میبیند، برای خود و دنیا چه برنامه هایی میریزه؟ ببینید اینه که شما میرین هی برنامه میریزن بر اساس وهم خودشون و نفس امارشون. خب بعد وهم و نفس اماره بعد از یه مدتی اینا رو نمیخواد و دوباره برنامه میریزن، دوباره برنامه میریزن بر اساس وهم و نفس اماره. اینه که شما میرین بزرگان ما در طول تاریخ برنامه های محکم برای اداره جامعه و خانواده و انسان ریختن. امروز شما ببینید یه تعبیر خود این کاپلستون داره، میگه که ما هر یه مکتب میاریم، بعد تعبیرش اینه که همواره بشر مکتبها را پا به پا میکنن. دیدین الان یخته روی پاش بسته، خسته بشه یخته روی پاش بسته. شما ببینید این 2300 ساله چقدر مکتب فقط تربیتی اومده است. چرا؟ چرا اینقدر بشر سرگشته شد؟ برای اینکه از برای اینکه با وهمش زندگی میکنه. خوب التفات بفرمان. در چنین شرایطی آنچه حاکم است در تمام ابعاد زندگی بشر نفسانیات هست. ترقی، رشد، تکنیک، اقتصاد همه بر محور نفسانیات و وهم و پوچی است. تمام دانشگاه ها در راستای نفسانیت بشر در حال پژوهشند و تمام برنامه ریز ها در راستای اوهام بشر جلسه و کنفرانس می گیرند تا وهم های بشر را صورت خارجی دهند و بی ثمری کار را با برنامه وهمی دیگر میخواهند جبران کنند. اصلا اینا متوجه نیستن جنس وهم بی ثمریست. خب حالا با این عرض من حالا دقت کنید ببینید خیلی عجیبه. باربر میگه چی؟ میگه ما چون رومون نمیشه بگیم برنامه قبلی غلط بود، میگون فلان دانشمند با منظری نو به مسئله نگاه میکنند. خودش میگه در کتاب علم دین میگه خب داره محترمانه میگه آقا اون حرف غلط بوده است. فلان دانشمند با منظری نو به مسئله نگاه میکنند. خب یعنی چی؟ بعد خودش باز یه بحث قشنگی میکنه، میگه که چون نسل گذشته عادت کردن به فرهنگ گذشته، حالا بکشیشون بگو بابا اینا به این دلایل غلط هم فایده نداره، نسل جدید میاد به کل اونا رو زیرش میزنه. باز یه مثال قشنگی میزنه، میگه ما در شرایطی هستیم که چون نمیدونیم این درسته که داریم، نمیدونیم این درسته که میاد، بنابراین جرأت این که هر حرف جدیدی را بپذیریم نمی کنیم. همین فرهنگه، یعنی منظور مدرنیته خودمونه، نگه میداریم. بنده قصه ما قصه دژیست که فقط باید قهرمانی بیاید فتح کند، وگرنه ما حاضر نیستیم این دژمونه درش تجدید نر بکنیم. و یا قصه ما قصه دژیست که باید ساکنانش بمیرند و خود دژ متروکه گردد. تعبیرهای خودش سلام میگه که عرض میکنم. حالا شما این نگاه نگاه کنیم که همه چیز پژوهش ها در راستای صورت وهمیه بشر قرار میگیره. حالا ببینین امیرالمومنین با فهموندن ما که شکل حیات متقیانه چه حیاتی است، چطور آدم کلی خودش از این بی ثمری نجات میده. شما میبینین مثلا واقعا اتفاق دارید، ما گاهی میبینیم دختر پسرها چقدر دارن بی ثمر میشن. خب بعدم قصه میخوریم دیگه، خوب خوباشون که خیلی معلوم نیست بی ثمر میشن، دیگه یه تابلو نقاشی دستش میگیره، امروز میره تو این آموزشگاه یاد میگیره، فردا تو آموزشگاه، بعدم یاد یه عکسی دختر یا نمیدونم یه حالا خیلی که نجیب باشه ده خوب باشه عکس پسر نمیکشه دیگه، عکس یه دختر میکشه، یه دختری آرمانی یا اینا، یه پرنده هم میکشه و اینا که دیگه وسوسه سلام اینا. بعدم میگه آقا دیگه خیلی ما زحمت کشیدیم نمایشگاه میذاریم که اینا بیان ببینن ما عکسی پرندگی کشیدیم چطوری کشیدیم. حالا که چی آخه تو چی به ما دادی؟ به خودت چی دادی؟ این بی ثمری ها را نمیایم از طریق نشون دادن فرهنگ متقین در دنیای غرب به سویش باز کنیم دیگه. خب این است نتیجهش. راستی به این جمله دقت کنیم،
راستی اگر متقیان میداندار فرهنگ بشر بودند، این همه علوم که صورت وهم بشر از زندگی بشر را امروز اشغال میکرد. شما یه فکر، یعنی جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت اجتماعی، نه رو یخته اتفاق فکر کنید، نه چه چیزی به من شما نهایت میدن بعد از دروغاشون. مثلا شما میگید، مثلا یکی بیاد بگه که آقا دین چون بشر بچه که هست بابا میخواد، بزرگ که میشه بازم بابا میخواد، باباش میمیره به خدا درست میکنه. فروید حرفش اینست دیگه، میگه خدا نیاز روحیه انسان غیر بالغی است که پدرش مرده است. بالغ نه بالغ جسمی ها، بالغ روحی. میگه چون بشر گذشته کودک صفت بود ولی بزرگ شده بود، شاسیبیل داشت، خدا ساخت. بشر امروز بالغ است، خدا میخواد چیکار؟ دورکه میگه چی؟ میگهد اول که بشر جاهل بود خدایان داشت، بعد که یه خورده جهلش کم شد یه خدا داشت، یک تا پرستی، بعد که خیلی عالم شد این یه خدا را هم گذاشت کنار، الهاد. میگه دورکیم پدر جامعه شناسی جهان است دیگه. ببینی؟ خب حالا شما حساب کنید، اینا اومدن تو این دنیا دارن به من شما حالا بین خدا خدا واقعا بی تعصب، من شما بی تعصب، واقعا متدینین واقعی ما، علامه طباطبایی‌های ما، حالا ما خودمون اگه بدیم فوشا بهمون بده، حالا نمی‌دونیم چطوری بعدش کنیم چون خیلی خودمون حساب نمی‌کنیم، ولی وقتی آدم میشینه پا فکر علامه طباطبایی و پا فکر دورکی ما آقای مثلا فروید، کدومشون در کودکی محضند؟ وقتی این فضا را شما داشته باشید که بگن که بشر این فضاست، اینجوری تفسیر کنن زندگی را. اگر که متقیان در صحنه بودن، اینا علم بود، پدر جامعه شناسی اینجور میگه. حالا دوباره دقت کنید، اگر متقیان میداندار بودن صورت وهمشون رو میدادن به یه کارخانه که باش چیز بسازه. شما این آرشیتکته کیه که یه آرشیتکت میاد میشینه یه طراحی میکنه، بیچاره این مکانیکه با تاراشکاره با ریختگره فکر که عجب آقا ما داریم خیلی زحمت میکشی، تو زحمت میکشی داستی هم دیگه، این که وهمی نیست که بابا ما این میلنگ رو تاراشیده هیچ جاش هم وهمی نی. اما صورت آرشیتکتی که صورت ذهنی آرشیتکتی که تو داری عمل میکنه، اون صورت تو چرا نمیبینی؟ یعنی وقتی آدم نگاه میکنه این بنایه میگه نه من هیچ اشکال نداره، من دارم طبق سلیقه کارفرمام کار میکنم، دارم کار میکنه، عرقم میریزه، زور بازوشم به کامره، صورت وهمیه است یا یک حقیقت که واقعا برای زندگی هست؟ ما معتقدیم اگه متقیان بر سر کار بودن، بسیار 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 این علوم معلوم بود، جهلت و اصلا نبود. ایراد میگن آقا پیغمبرا چرا جامعه شناسی بلد نیستن؟ تو اول پدریشو ثابت کن. و بقیه علوم هم همینطور، شما به افرادش کاری نداشت داشتین. مثلا ما تو جامعه اسلامی جامعه شناس متدین داریم، اون به خاطر عقل دینی شاینا، ولی جامعه شناسی یک اوناش که دروغه عرض میکنم که خیلی زیاده سه بذاریم کنار، بقیهش هم وهمه است، صورت وهمیه است که ما داریم. حالا الا اوناش که خوب است. با توجه به خصوصیات متقین خوب دقت کنید و پیشرفت دانستن آنها در زندگی، ما تو اسلام بهمون گفتن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما رو پیشرفت برای اون معنا کردن، وهمی هم نیست دیگه پیشرفت. آقا این آدم تونست از زمین به آسمون برسه، به معانی برسه، این متقی است، این پیشرفت است. با توجه به خصوصیات متقین و پیشرفت دانستن آنها در زندگی انسانی، از چنگال پیشرفت‌های وهمی که فرهنگ پرلغزش و غیر قانع غرب تبلیغ می‌کند رها خواهیم شد. به صورت آرمانی زندگی ما خود به متقین است.
حالا ما به نام اسلام دو تا کار کردیم. من چون نمیخوام دیگه این بحثا جلسات آینده ادامه بدم، سعی میکنم سریعتر بحث کنم. شما ببین، ما اول انقلاب اومدیم، اسلام را با وهم غربی، با آرمانهای غربی و صورت اسلامی آوردیم تو صحنه. هیچ که حواسمون نبود، هرچی امام گفتن بابا از خود شروع کنی، و نه خیلی ها حرف نشنفتن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشد که مثلا شما دولت موقت ببینید چه کار کرد. دولت موقت میگفت ما میخوام یه ژاپنی باشیم و یه آمریکایی باشیم که دینمون اسلام باشه. چطور؟ آمریکا دینش مسیحیته. جملش این بود، ما اسلام را میخواهیم برای ایران. امام فلفور جواب دادن نه، ما ایران هم میخواهیم برای اسلام. شما یخته به این جمله دقت. یکیش آمریکاست با قالب اسلام، یکیش اسلام است تو اسلام. ایران را ما میخواهیم برای اسلام، یعنی اسلام خودش مقصد است. یه جمله نیست، یه فرهنگه. بخواییم ما نخواهیم امثال افکار دولت موقت خیلی زیاد بود. اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن آرمانهای وهمی غرب را پذیرفتن که آقا ما با مثل آمریکا باشیم، ولی نمیخوایم کافر باشیم. نتیجه چی شد؟ جوون ما با چی رو برو شد بعد از یه مدتی؟ اسلام غالبی با محتوای وهم غربی. خب یه همچی فرهنگی وهم رو تحریک میکنه یا عبودیت ها؟ میگه عقلمون که وهم رو تحریک میکنه. بعد از یه مدتی جوون به چی رسید؟ که بابا این قالب تنگم نمیخوان. دیدیم که نتیجهش این شد که فرهنگ نسلی که اسلام قالب بود ولی محتوا فرهنگ وهمی غربی بود، فرهنگی شد که غربو میخواد. غربو میخواد. حالا به محصلا، به معلمان میگن قاضی اصلا چیکار این قصر به سلام بکامزه؟ خب دیگه چرا حرف دلش نمیزنن؟ ما چه کاری کردن؟ حالا به جولمای اسرائیل رسیده است، یه خود قزل میکنه. ما میتونیم بگم آمریکا بعد از چون اسرائیل تقویت میکنه. این ته قضیه است؟ این که قضیه ما نیست. ما که اصلا اینجور نباید قضیه رو بشناسونیم. این یه نکته که بکشید خودتون تو هر خونه، تو هر شهری، تو هر کشوری، تو هر زمینی، اگر صورت آرمانیه در صحنه بود و از طریق اهداف عبودی له نشد، قالب اسلامی بعد از یه مدتی کنار گذاشته میشه. وقتی شما کم از اینا سراغ مسلمان های جیگولهی که ما تو انقلاب قبل از انقلاب داشتیم، آنی که انقلاب شد رفتن آمریکا، همزم آمریکا نمازش نمیخونن. خیلی هم مسلمان ترز من و شما، آمریکا هم برای شما هست، هیچ وقت پاشنم ایران نمیذارم. نکته دوم هم عرض کنم و دیگه بحثت تموم کنم، چون دیگه نمیرسیم طولانی بحث کنم. آیا صورت اسلامی به تمدن غربی زدن کافی است؟ حالا هی اصرار کنیم همه آرمانا غربی بشه، میخوام یه ژاپن بزرگ بشیم. یعنی دولت هایی که خواستن ژاپن بزرگ بشن، ژاپن هم نشدن، هیچی شدن. یعنی فضاشون فضایی شد که یهو دیدین چرخ و موتور و اسب و اینا شد اهداف دخترها و پسرام که هیچ. آیا صورت اسلامی به تمدن غربی زدن کافی است تا از آثار نفسانیات و وهمیات تمدن غربی رهایی یابیم و از لغزش بزرگ فرهنگ غرب در امان بمانیم؟ ظاهرا نه. باید یک کار دیگه بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ باید عکسش کنیم، اونا را لغزش بدیم و خطبه متقین با تمام معنا آرمان ما بشه آروم آروم بهش برسیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و
وعزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا، پروردگارا، قلب امام زمان عزیزمون رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی و فهم این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. اللهم صل علی محمد و آل محمد.